اولین واکنش و صحبت های حسن آقامیری در مورد حادثه حرم شاه چراغ و همینطور واکنشش نسبت به صحبت های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد دخالت افغانستانی ها توی ماجرای حادثه شاه چراغ با ما همراه باشید صحبت هاش رو میشنویم سلام دوستان به کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم که حال و احوال به کامتون باشه خب شب گذشته حادثه تلخ حرم شاه چراغ دوباره تکرار شد و این حادثه تروریستی با چندین کشته و زخمی همراه بود چند نفر در پی این حادثه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن که فرد اصلی هم اون فردی بود که تیراندازی رو توی حرم انجام داده بود که گفته میشه طبعه افغانستانی هست البته توی گروه چند نفره ای که این عملیات رو تحریزی کرده بودن طبعه ازبک هم حضور داشت ولی خب خیلی ها نسبت به این ماجرا و غیر ایرانی بودن این افراد واکنش نشون داده بودن و دنگوش اتهامشون رو به سمت مردم افغانستان گرفته بودن مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری انتخاب گفت هنوز زود است که انگشت اتهام رو در ماجرای شاهچراغ به سمت مهاجرین افغانستانی ببریم اما از زمان تحولات دو سال اخیر در این کشور شاهد یه سری جریانات جدید هستیم. دستگاه امنیتی در حال شناسایی مهاجرین هستند که پتانسیل پیوستن به داعش رو دارن. مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود که ما ده روز قبل هم با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار داشتیم و یک جلسه طولانی با فرمانده ارتش رو توی اونجا برگزار کردیم که یک جریان تروریستی همزمان شده بود و دو کشور به یه سری نقاط مشترک رسیدن که به هر جهت با این پدیده که سالها در سوریه و عراق بوده و حالا توی این بخش از خاورمیانه ورود کرده باید برخورد جدی بشه در این مورد این موضوع هم قرار شد با مقامات طالبان هم حتی صحبت بکنه که خب اشاره مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به افغانستانی ها بود و مدعی بودش که این شلوغکاری ها ریشش از طالبان و مردم افغانستان هستش که نسبت به این ماجرا حسن آقامری واکنش نشون داد و صحبت هایی رو انجام داد آقا میری گفت ما با بخش زیادی از مردم افغانستان همزبان هستیم و با همه اونها تاریخ مشترک داریم مواظب باشیم تو این اتفاق تلخ خدایی نکرده بی گناهان آسیب نبینند. حساب ملت مظلوم و نجیب از افغانستان از داعش و طالبان جداست کاش تفکر ترور رو حذف فیزیکی از منطقه ما برای همیشه پاک میشد تسلیت به همه مردم شریف ایران تسلیت به هموطنهای مهربان شیرازی توی یک سال اخیر چندین حادثه مشابه اتفاق افتاده از ماجرای کشته شدن دو تا طلبه توی حرم امام رزا توی مشهد بعدش هم که حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز توی آبان ماه و اخیرا هم که تکرار این حادثه توی شب گذشته در حرم شاه چراغ. و هر بار حضور یه طبعی افغانستانی باعث شده که خیلی از حالا ارگان ها نسبت به این ماجرا واکنش نشون بدن و درخواست اخراج کل افغان ها رو داشته باشن اتفاقی که باعث آسیب خوردن به درصد زیادی از مردم شریف افغانستان که داخل کشور کار میکنن، زندگی میکنن و یه جورایی از کشور خودشون رونده شدن و توی اینجا مونده و با اخراجشون عملا هیچ جایی برای برگشتن ندارن امیدواریم که اتفاقات این چنینی باعث نشه که افغانستانی های عزیز که داخل کشور ایران ساکن هستن آواره بشن و اتفاق بدی براشون بیفته ممنون از همراهیتون با این ویدیو حتما نظراتتون رو راجع به این نماینده مجلس و پاسخ حسن آقا میری برامون تو بخش کامنت ها بنویسید ممنون از همراهیتون یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید